بعد از این فیلم مشکل پیدا کردم با تلویزیون و در واقع ترک کردم، چون به نظرم میرسید که اون سیستمی که در اونجا مدیریت میکنه یک سیستم کارمند پرور فرمان بردار پروریه که نه برای هیچ هنرمندی خوبه که چنین زیر بار چنین شکلی بره و نه من به لحاظ خصلت‌های فردی میتونستم. سابقه کار و جوانی رو در تلویزیون بوسیدم و گذاشتم کنار و اومدم بیرون و به هر حال در این مدت فیلمنامه‌های نوشته بودم که در تلویزیون اجازه ساخت پیدا نکرده بود و همینطور در ارشاد، که یکی از اونا که شاید بعد اولین فیلمم میشد فیلم زیر پوست شهر بود که در اون زمان به اسم توبا نوشته بودم و اونم اجازه ساخت نگرفت. و کار فیلمسازیمو در واقع با فرید مصطفوی با هم فیلمنامه مشترک هم نوشته بودیم بعد از اون دوران آشنایی، در واقع کارمو با فیلمنامه فرید مصطفوی که مجوز ساخت گرفته بود خارج از محدوده با اون کار شروع کردم. محمد جواد حلیمی، باید بهتون مژده بدم که محله هرتاباد اینجا پرونده داره. راستی؟ خب پس چرا از اول ما رو نفرستادن اینجا خدمت جناب عالی؟ خب چه میشه کرد؟ به هر صورت باید مقررات و ضوابط اداری رو رعایت کرد. پروندهشو خود من با تلاش زیاد تنظیم کردم و الانم در بایگانی اداره محفوظه. فقط کافیه شما یه زحمتی بکشین پرونده رو بیارین. یعنی پرونده رو به ما میدن؟ بله، شما برین تحتانی ترین طبقه زیر زمین قسمت بایگانی کل وزارتخونه، بگین صمدی گفت پرونده مربوط به هرتاباد رو بدن بهتون. چشم. به گونه‌ای میتونم بگم سه فیلم اول خارج از محدود زرد قناری پول خارجی که به لحاظ مضمونی و موضوعی موضوعات اجتماعی بودن و نگاه فرید مصطفوی که در نگارش و بازنویسی این سه فیلم نامم با من در واقع همکاری داشت، به این معنا که زرد قناری و بهمن زرین پور نوشته بود، پول خارجی و فرید و داریوش مؤدبیان اگه اشتباه نکنم. به هر حال یعنی فرید از شروع کار با من بود. اون وجوه مشترک نگاهمون به مسائل اجتماعی باعث شد که من این سفین نامه که تصویب شده بود و امکان ساخت داشت و شروع کنم دلیل شروعم، ولی اینکه ساختار طنز این فیلم نامه ها که هیچ وقت من فکر نمی‌کنم فیلم طنز بسازم، فقط فکر می‌کنم از اون بی‌پروایی جوانی میتونه سر بزنه که همچین جرأتی کردم. شاید الان دیگه همچین جرأتی رو نکنم. یعنی وقتی به لحاظ مضمون و موضوع این فیلم نامه با من نزدیک بود، به هر حال رفتم به طرف ساختار طنز. البته خب فیلم خارج از محدوده طنز ساختار خاص خودشو داشت، فیلم موفقی بود، فیلم زرد قناری خیلی موفق‌تر بود. پول خارجی از اختش بر نیمدم. پول خارجی در واقع محجورترین فیلم منه، ولی برای خودم یکی از دوست داشتنی ترین ها. یعنی من نتونستم، یعنی این طنز اینقدر
غلظت سیاهیش زیاد شد که دیگه شیرینی طنز رو از دست داد. ولی واقعا به عنوان یه فیلم که ثبت، چون بخشای از این فیلم مستند گرفته شد در بازار دلار فروشای چهار استانبول که دیگه پاساژ منوچهری که دیگه همچین صحنه‌هایی رو هیچ کس نمی‌بینه، ما با 3 دوربین مخفی اینا رو، خیلی از این تصاویر دوربین مخفی گرفته شد و خب اون موقع هم باز نه موبایلی بود نه نمیتونم اصلا حتی بی سیم هم تاکی واکی هم من یادم میاد نداشتیم. در واقع من با سوت کارگردانی میکردم، یعنی با بچه‌هایی که پشت دوربین بودن و خب کسی باور نمیکرد این سوت ها مال منه، چون پشتم میکردم به جمعیت و یه جا تو اون شلوغی سوت که میزدم با یک مثلا چیزی نشانه کلید دوربین اول بود، یه سوت دیگه از یه جای دیگه با یک قطع دیگه نشونه دوربین دوم بود و آقای نصیریان نازنین با اون حضور صبورانه هنرمندانه، واقعا از کسایی که آدم در کنارش درس هنر انسان بودن، هنر زنده بودن و هنر هنرمند بودن آدم یاد میگیره. در اون فضای عجیب و غریب میخوام بگم فیلم پول خارجی با وجود این نه خیلی از طرف منتقدین استقبال شد نه گیشه، ولی برای خودم یکی از فیلم‌های خیلی دوست داشتنی. به حمدالله سالنامه امضا شد. فکر کردیم فعلا شما از فروش خونه منصرف بشی. بله. تا بعدن انشالله بتونیم همینجا رو بکوبیم و چند طبقه بسازیم. خدا کنه. رزی شد رزی. خب بریم بذاریم زمین. بریم. حالا به سلامتی که شروع میکنیم. حالا یه چیزی میگه. اگه خدا بخواد درست میشه. بگو یا علی. یا علی مرتضا میتونه وام بگیره. بله. منم دعا کنی یه باند قاچاق ارز درست حسابی به طولم بخوره. با پول حق کشفش خیلی کارا میشه کرد. یه جور توی این مدت هم داشتم سعی میکردم فیلم نامای خودمو به تصویر برسونم. واقعا برام سخت شد فیلم نامه دیگری کار کردن. از نرگس دیگه فیلمنامه هایی بود که یا خودم نوشته بودم و یا مشترک با کسان مختلف. نرگس رو باز با فریدون جیرانی که از سر آفتاب نشین ها با هم آشنا شده بودیم، با هم تجربه نوشتن فیلمنامه های دو فیلمنامه دیگه که هنوزم دوستشون دارم. یک فیلم نامه بود به اسم پولینا چشم و چراغ کوهپایی بر اساس کتاب نویسنده مشهور اسپانیایی آنا ماریا ماتوته، یک قصه بچه ها بود. واقعا نمیدونم این فیلم نامه چرا اجازه ساخت نگرفت، اصلا هیچ وقت نمیفهمم. حالا کاری نداریم. و یک فیلم نامه که حتی در تلویزیون خیلی سعی کردم و بیرون، موقعی بود که این فیلم نامه برحال اوج جریانات سال دهه 60 بود، بعد اوج ترورها و خونریزی‌هایی بود که توسط گروه‌هایی که بمب‌گذاری می‌کردند از این ور کشته می‌شدند و از اون ور اعدامایی که می‌شد بابت کسانی که دستگیر شده بودند. فکر این فیلمنامه واقعا قبل از این بود که یعنی یا شاید در همون دوران، ولی ابدا به این معنا نبود که بخوایم، چون اصلا اون موقع اینقدر اخبار در دست نبود که آدم فکر کنه که مثلا به طور مشخص تفکر آقای منتظری، تفکر ارشاد یا اعدام که این بحث رو شروع کرده بود، یعنی اینقدر در جریان نبودیم که بدونیم. ولی این به عنوان یک شاید وظیفه، شاید یه چیزی که به هر حال میگم اون بیشتر از یک حرکت فیلمسازی و نمیدونم یک حرکت سیاسی، بیشتر یک حرکت مادرانه بود
که فکر میکردم آیا راهی غیر از این جنگ، غیر از این خونریزی، غیر از این اعدام‌ها وجود نداره. یه فیلمنامه با این زاویه دید نوشتیم با فریدون جیرانی که خب اونم اجازه ساخت طبیعتاً نگیره. و فیلمنامه‌های دیگه که حالا یادم میاد، از جدایی اسم یه فیلمنامه‌ای بود که بعداً یک جوری یه بخشایش تو بانوی اردیبهشت اومد، یه بخشایش نه اینکه یک سکانس، هیچ وقت اینجوری نبوده که این سکانس از این فیلمنامه بیاد اونجا، جان مایه اون موقعیت یه جور دیگه پیدا شد. نرگس در اون دوران طلایی ساخته شد، اون دورانی که سه فیلمساز میتونستن یک فیلمنامه رو تایید کنن، که در واقع نرگس رو سه نفر امضا کردن که یادم نبود دیگه، احتیاج به امضای ارشاد ندارد، من اسمش دوران طلایی گذاشتم. خب نرگس با خودش خیلی فضایی، بحثایی رو باز کرد، فضایی رو به وجود بود. البته بعد از یه دورانی که دوران کوتاهی که اکران بود دیگه اجازه اکران مجدد نگرفت، سالها مدتها همینجور مونده بود فیلم، ولی خب استقبال از فیلم هم تو ایران خیلی خوب بود، هم خارج از کشور خیلی خوب بود. و جایزه بهترین کارگردانی گرفت از جشنواره فجر، جایزه‌های متعددی گرفت که حالا در یاد داشتشو دارم. و خب اون جایزه گرفتن، اون جایزه از آقای خاتمی در اون سال واقعا خیلی خیلی جایزه با ارزشی بود. پسرتون چه کار میکنه؟ پسرم؟ تو کار لوازم خونگی هم میخرم، میفروشم، بیکار نمیمونم. بیمه وزن کشتگی شما داره؟ ما کارمند خودمون هستیم پدر. شکایت خونه حقوق شما میتونه بگیره. نرجز مدد دونده چهت حقوق منو گرفت. چایتونو بفرمه، حالش خوش نیست. شو پسرتون با شما زندگی میکنه یا اتاق جداگانه داره؟ تا پارسال با هم بودیم، اما امسال اتاق جدا گرفته.